سلام و درود به شما بینندگان عزیز کانال بدون سانسور. همونطور که در شب گذشته خدمتتون عرض کردم، ویدیو امروز مربوط هستش به آخوند حسن آقا میری، آخوند غربگرایی که در طول این چند سال گذشته تونسته از طریق صفحات اینستاگرام و یوتیوب خودش به شهرتی دست پیدا بکنه و باید اینو قبول بکنیم که حسن آقا میری تونسته که با تولید محتوایی که انجام داده از طریق اینستاگرام بتونه بین جوونا محبوبیت خاصی رو برای خودش به دست بیاره. اما حسن آقا میری کی هستش؟ حسن آقا میری متولد 1358 هستش، جد در جد آخوند هستن، پدرش آخوند بوده. حالا اسم آخوند رو من نمیتونم روی ایشون بذارم، چون فکر میکنم که ایشون بیشتر از اینکه آخوند و یک روحانی باشه یه طور بلاگر هستش. حالا در ادامه ویدیو کاملا بهتون توضیح میدم. فقط خواهش میکنم که دوستانی که این ویدیو رو دارن میبینن قبل از اینکه بخوان کامنتی بذارن یه خورده به این دقت بکنن که با احساس و اینکه بگن وای چه آدم خوبی هستش، چرا دیدی امنش اینجوری صحبت میکنی، همچین کامنتایی واسه من نذارید. لطفا تا آخر ویدیو رو تماشا بکنید، بعد میتونید نظراتتون رو با هم دیگه به اشتراک بذارید. حسن آقا میری متولد 1358 هستش در قم و چند سالی هستش که داره در شبکات اجتماعی فعالیت خوش انجام میده. چند هفته پیش اعلام کردش که داره به خدمت سربازی میره در سن 43-44 سالگی در ارتش. حتی دو هفته پیش بودش که همچی خبری اعلام کرد که قرار بودش شنبه دو هفته پیش بره به سربازی، ولی هنوز که خبری ازش نیست. اما در مورد که ایشون داره شغلش چی هستش، همونجور که خودش بارها اعلام کرده میگه که من از طریق فروش گل و گیاه و تولید عسل دارم خرج و مخارج زندگی خودم رو میگذرونم، که خب این خودش یه جای سوال داره که چطور میشه که یه نفر که 3 تا بچه داره و یه خانواده 5 نفری رو به قول معروف داره اداره میکنه، چطوری از طریق گل و گیاه و تولید عسل زندگی خودش رو داره اداره میکنه. اگه کسی جواب این سوال رو میدونه به من بگه. که در ادامه من حالا بازش میکنم که درآمد اصلی حسن آقا میری از کجا هستش و چجوری داره امرار معاش میکنه. مسئله که هستش، کلمه اولی که به کار بردم در مورد بلاگر بودن ایشون، شما اگه دقت بکنید در چند سال گذشته که اسم حسن آقا میری به زبون اومدش، ایشون میاد میگرده و در مورد موضوعات ترند جامعه میاد و صحبت میکنه، تولید محتوا میکنه و به صورت پادکست اینا حالا جای مختلف پخش میکنه. خیلی از جوان هستن که الان پیرو راه حسن آقا میری هستن و میگن که روحانی خوبی هستش و چه حرفای قشنگی داره میزنه، حرفای دل جوان رو داره میزنه. اما اگر اینکه تو کار مدیا باشید و یه خورده از مدیا سر در بیارید، کافی هستش که شما چند دقیقه وقت خودتون رو بذارید، 5 دقیقه 10 دقیقه وقت خودتون رو بذارید و صفحه اینستاگرام ایشون خود بالا پایین بکنید و ببینید که خب در مورد چه موضوعاتی داره صحبت میکنه. و اوکی، من خودم به عنوان یه شنونده وقتی که پادکست ایشون رو گوش میدادم یا بعضی وقتا هم گوش میدم در حال حاضرم، میگم خب چه حرفای قشنگی داره میزنه، دقیقا حرفایی هست که تا حالا جایی زده نشده، بیشتر داره در مورد جوونا داره حرف میزنه و به دلم یه خورده قشنگ میاد. ولی وقتی یه خورده روش ریز میشید و میرید کامل تر به صفحه ایشون رو بالا پایین میکنید، متوجه میشید که اتفاقا همین آقایی که به اسم به قول معروف آخوند یا یه روحانی قهرمان داره از مردم خودش داره دفاع میکنه، کافیه چند تا سوال از خودتون بپرسید که خب ایشون بعد از طی مدت 4-5 سال که تو فضای مجازی، خب قبلش هم تو حوزه علمیه قم و جاهای دیگه بالای منبر رفته بودن، حالا بعدش که میگن خلع لباس شده بوده، ولی خب بیشتر از طریق اینستاگرام ایشون مطرح شد و مردم اومدن و صحبتشو گوش دادن، کافیه که فقط از خودتون یه سوال اول بپرسید. این هستش که خب شما با وجود این همه صحبت کردن تا به امروز چه کاری رو واسه جوانای مملکت خود انجام دادی؟ یعنی شما یه کار مفید بگو که ما بگیم که آقا اوکی، شما اومدی این حرفو زدی، در ادامه این حرف دولت اومد رو حرف شما تاثیر گذاشت و مثلا این مشکل جامعه حل شد. شما یک موردش نمیتونید که بیاید و بگید که از طریق حرفای ایشون یه بخش کوچیکی از مشکلات جامعه یا مشکلات جوونا که بیشتر روش مارف داره میده حل شده. اما کاری که ایشون داره میکنه چی هستش؟ ایشون اگه دقت بکنید در 3-4 سال پیش، زمانی که موضوع کلاهبرداری های بانکی و همینطور سایت های قمار مد شده بود، ایشون تونستش که
اومد و با یه سری از آدم های معروف مثل امیر فردین که اون موقع تونسته بود خودش رو به یه درجه برسونه که توی اینستاگرام مطرح بشه و خیلی ها دنبال میکردن صفحه شد، بیاد با ایشون لایف بذاره و در مورد همین موضوع صحبت بکنه. بعد اون لایف تمام بشه، باره با احلام لایف بذاره تمام بشه، بعد بیاد بشینه در مورد امیر تتلو حرف بزنه. چرا اون موقع صحبت میکرد در مورد اینا؟ چون موضوعات ترند بودش تو اون لحظه، و به همین خاطر میگم که ایشون به جایی که روحانی باشه، به نظر من یه بلاگری هستش که تو کار خودش هم موفق هستش و تمام تاکتیکایی که داره استفاده میکنه تاکتیکای بلاگری هستش، نه اینکه بگید خب ایشون دلش سوخته یا این حرفای قشنگو داره میزنه و شاید ایشون چه میدونم قهرمان ملی ما هست، شاید ایشون بتونه واسه ما کاری انجام بده. نه ایزام، ایشون هیچ کاری واسه جوونا نمیتونه انجام بده، چون اگه می‌خواست انجام بده تا به حال انجام داده بود با حرفاش. و یه سری تناقض‌ها من توی حرفای ایشون می‌بینم و توی عملکرد ایشون می‌بینم. اینکه شما اگه دقت بکنید توی چند هفته اخیر که تظاهرات بودش و اعتراضات مردمی در سرتاسر ایران بودش، به کل اینترنت ها کلا قطع بودش، یعنی هیچ کس حتی نمیتونست به صورت خیلی معمولی چت بکنه یا بخواد مثلا لایو اینستاگرامی بذاره. اما من صفحه ایشونو که دقت میکردم دقیقا در ساعت 9 شب 10 شب که اوج اعتراضات بودش، از ساعت 6 فکر میکنم که شروع میشد به تا ساعت 12 که شب، دقیقا ساعت 9 10 شب که اوج مردم هستن بیرون هستن، ایشون میومد با کیفیت فوق العاده عالی لایو اینستاگرام میذاش. و اگه شما باز ریستر بشه تو لایو اینستاگرام ایشون، حالا ما کاری نداریم، اینا که میگم نمیگم که چرا ایشون میاد لایو میذاره، ایشون چرا داره تو یوتیوب فعالیت میکنه، این حق طبیعی هر کسی که بتونه از این پلتفرم استفاده بکنه. اما میخوام بگم که چطوری میشه که ایشون میاد لایو اینستاگرام میذاره در زمانی که کل ایران، نه تهران، کل ایران اینترنتش قطعه. و اگه شما به لایو ایشون دقت بکنید، لایو ایشون یه لایو معمولی نیستش که بگیم یه دونه کامرا برمی‌داره و شروع می‌کنه با مردم صحبت کردن. این یه دوربین فوق حرفه‌ای دارن. دقت بکنید به صدای ایشون از میکروفون سینک با خود دوربین، یعنی منظورم که پروداکشن قوی پشت داستان هستش. و اینکه در اوج اختشاشات و نبود اینترنت با بهترین سرعت اینترنت بدون پارازیت داره پخش میشه، به این خاطر که مردم از قبل یه خورده تونستن که به حسن آقا میری اطمینان بکنن و حرفایشون رو گوش بکنن. همین ایشون واقعا تو اون ایام تظاهرات و اعتراضات تونسته بود بالای 10,000 نفر 15,000 نفر از افرادی که ایشون همیشه دنبال میکردن و باعث میشه که توی خونه بشینن و بیرون نیان. این یه واقعیتی که باید همه قبول بکنن. مسئله اصلی ما در مورد درآمد ایشون هستش. ایشون میگن که ما از طریق تولید عسل و پرورش گل و گیاه و عطاری و اینجور داستانا ما داریم که زندگی خودمون رو هر جوری هست میچرخونیم. ما جوان، شما هم حالا حقتونه که پیشرفت بکنید، جوان ما صدای شما شدیم، ما فالایر. نه ایزام، این حرفا نیستش. ایشون فقط تنها از یک پلتفرم، فقط تنها از پلتفرم یوتیوب سالیانه بالای 1 میلیارد تومان فقط از طریق پلتفرم یوتیوب دارن پول به دست میارن. و این که دارم میگم ایشون به جای روحانی بعد اسم خوش بلاگر بذاره، دقیقاً با این اسناد و با این مدارک دارم میگم که ایشون خیلی منظم داره روی یوتیوب کار میکنه. حتی در میگم در زمانی که اینترنت تو ایران قطع بودش، ایشون باز فیلمای پادکست های خودش در مورد موضوع روز، این خیلی مهمه، یعنی موضوعی که ترند هستش. چرا الان آقای حسن آقامیری نمیاد در مورد تتلو صحبت کنه؟ چرا الان نمیاد در مورد چه میدونم احلام صحبت بکنه؟ برای اینکه تو اون تایم اون موضوع ترند شده بود و ایشون خیلی هم دنبال این هستش که دیده بشه، خیلی دنبال این هستش که شناخته تر بشه. و همون چیزی که همه دوست دارن بشن، اکثرا بلاگرها دوست دارن که بشن. یه نمونه کوچیکش به شما بگم، مثلا امین فردین که الان یه کانال یوتیوبی داره به اسم پشت پرده، ایشون خودش کی بودش؟ ایشون یه موجی شاید رده دهم شبکه خوزستان هم نبودش، اومد تو همون ایام کلاهبرداری های بانکی یه دونه ویدیو ساختش که من دست اینا رو میکنم و فلان اینجور حرفا. اینا مردم اینو دیدنش گفتن وای چه آدم خوبی، در صورتی که همین الان که داره ویدیو میسازه و روی کانال خودش میذاره و جای دیگه 99% چیزی که داره میذاره و اتهاماتی به بقیه داره میزنه همه دروغه، ولی چون یه چیزی از قبل پیش‌زمینه از قبل تو ذهن مردم داره، همه میگن اوه این امیر فردین گفته، پس ممکنه 90% درست بشه. دقیقاً همین کارو حسن آقا میری داره انجام میده. و اینکه تا به این لحظه من هیچ چیزی ندیدم که حرفی رو زده باشه که دردی از جامعه دوا کرده باشه. فقط این تولید محتواها و این پادکست ها برای این هستش که روی یوتیوب بذارم. و اگه شما به صفحه اینستاگرام ایشون هم دقت بکنید، میبینید که
پایین پروفایل خودشون نوشتن که برای دیدن پادکست ها از کانال یوتیوبی حسن آقا میری وارد بشوید، لطفا فیلتر شکن را روشن کنید. اگه فیلتر شکن تو ایران جرمه، شما چجوری میری رو صفحه هم چیزی میزنی؟ حالا جدا از همه اینا، چطور میشه که امثال آدمای مثل علی کریمی، مثل محمود شهریاری، مثل کتانه ریاهی که این هم زحمت کشیدن واسه مملکت، یه استوری حمایتی میذارن، شبونه میذارن، بازداشتش میکنن، بعد شما راحت تو قم نشستی یه قول خودت، به فرمانده ارتش میتوپی، به فرمانده نیروی هوایی میتوپی، به رهبرش میتوپی، فراخوان هم میذاری، تاریخ و ساعت هم میذاری که فلان روز اونجا هستم، بیاید پای منبرم، هیچ کس هم با شما کار نداره. خب این یه خورده دو تو چارتش با هم دیگه نمیخونه. و اینکه بازم من میگم ایشون طرفدارای خودشو در ایران داره و حرفایی که میزنن نمیخوام بگم اصلا ایشون آدم خیلی بدیه یا آدم خیلی خوبیه. من میخوام بگم که هر اون چیزی که با چش خودتون میبینید اونو باور نکنید، برید در موردش تحقیق بکنید، ببینید که پشت این قضیه چه اتفاقاتی داره میفته. درآمد یوتیوبی ایشون در سال بالای 1 میلیارد تومان از یوتیوب هستش که از آلمان این ویدیو آپلود میشه و خب میدید که ایران ایشون داره تحریما دور میزنه و یه نماینده در آلمان داره که ویدیو به دست ایشون رسیده میشه. اینم خیلی جالب هستش که حالا یوتیوب تو ایران فیلتر هستش، ولی به هر حال این راه ارتباطی بین ایران و آلمان برای اینکه بخواد این ویدیوها، چون اینستاگرام چند وقت پیشم لایو گذاشته بود، 1 ساعت خورده‌ای بودش، دقیقاً همون لایو تو یوتیوبشون گذاشته بودن. خب این ارسال فایل از ایران به قول معروف با این اینترنت درو داغون امکان پذیر نیست، یعنی یه چیزی که نیستش بعد دیگه آقا نیستش، پس این یه داستان دیگه ای داره، پس این محدودیت ها، این فیلترینگ ها، اینا فقط برای مردم عادی هستش، نه برای ایشونی که میاد دم از مرام و معرفت و جوان ها و بریزید خیابون ها و نمیدونم من با این مخالف هم و با اون مخالف هم، اینا فقط از کلمات، بازی با کلمات هستش که بیان و با شما صحبت بکنه و به گوش شما دلنشین باشه و بگه به به چه آدم خوبی هستش و ایشون باعث میشه که شما دنبال روش بشید و از طریق سوشال مدیا و به خصوص یوتیوب کار ایشون رو پیگیری بکنید و ایشون هم بشه تو خونش و دلارش رو در بیاره. یه فرمول خیلی راحت و ساده هستش. بلاگری فقط این نیست که شما برید از بیابون و دشت و نمیدونم سالن آرایشی و این جوجه ها فیلم بگیرید، که این هم یه سبک بلاگری هستش که امثال حسن آقا میری چند نفر دیگه هستن، شخصه دیگه هستن مثل محسن صفایی که چند وقت پیش اومده بود و به مردم ایران فحش داده بود و گفته بود جانم قاضی رهبر، اینا هم خوب دارن هم بد دارن، یکی میاد خیلی خوب و خیلی انگیزشی صحبت میکنه و باعث میشه که شما پیروش بشید، یکی هم میاد بد صحبت میکنه، بازم کسی که بد صحبت میکنه شما میری پیگیرش میکنید، می پیگیر میشه که بری دفعه بعدی داره در مورد چی داره صحبت میکنه، این سری مثلا به مادرت فحش داده، سری بعدی به پدرت فحش میده، یک فحش نمیده. اینا تاکتیکای بلاگری هستش که این افراد دارن از این تاکتیک استفاده میکنن که جیب خودشونو پر بکنن. هر آخر هم ببخشید که این ویدیو کم طولانی شد، اما باید شفاف سازی میشد بر استناد به حرفام که در مورد درآمدزایی حسن آقا میری میتونید که به سایت سوشال بلید رجوع بکنید، اونجا اسم حسن آقا میری رو بنویسید، درآمد روزانه، ماهیانه و سالیانه شو بهتون نشون میده و کاملا واضح هستش که این افراد چطوری دارن از آب گل‌آلود ماهی میگیرن. شب و روزگار بر شما خوش.